وقتی برای هم‌فعلی بار از لندن رفتم اسپانیا، زبانشون رو اونجا یاد گرفتم. یکی از دوستام اسپانیایی بود. تو اروپا اسپانیایی‌ها کاملا متفاوتن، خیلی با مردمای بقیه فرق میکنن، فرهنگشون بالاست، از همه چیشون خوشم میاد. عکسای جشن تولدت چرا برای من میفرستن؟ برای تو فرستادن؟ گفته بودم بفرستین برای چنگیز. حتما اشتباه کردن. الان درستش میکنم یامان. الان فرستادن دیگه، نمیخواد پیگیرشون بشی. خب اگه با اونا قرارداد کردی میتونم به تو هم اسپانیایی یاد بدم. الو، یوسف و خالش را افتادن، ازشون دور نشو، مراقبشون باش. فهمیدی چی گفتم؟ خودش مسلط نیست، عین کنه به سر چسبیده. اینجوری خوبه زحل، هرچقدر عصبانیت یامانو ببینه همونقدر ازش دور میشه. انگار عصبانیتش براش مهمه. مگه خودت نگفتی آبجی دختره رو تو زیر زمین زندانی کرده بود ولی دختره هیچ مشکلی نداشت؟ ما به یه حمله هوشمندانه تر نیاز داریم. ها، ندیم زنگ زده. بفرمایین آقا ندیم. زحل خانوم، قراردادمون با اسپانیایی ها رو براتون فرستادم، میشه برامون ترجمهش کنین؟ چشم، همین الان شروع میکنم، بهتون خبر میدم. به امید دیدار. حمله هوشمندانت همین بود؟ دیدم مترجم بودنت چقدر به دردت خورد. هنوز چیزی ندیدی آبجی؟ تماشا کن، به لطف همین مترجمی امشب چند ساعت میتونم بیشتر با یامان باشم. مطمئنی که از پسش برمیای؟ شک داری؟ خوبه، امتحان کن ببینم چی میشه. اما اگه بفهمی. آبجی جون، بذار کارمو بکنم، دارم ترجمه میکنم و اسپانیایی. هنوزم خوابی؟ زحل پاشو دیگه. آبجی داری چی کار میکنی؟ ساعت چنده؟ هنوز نصف شبه. آی زحل پاشو دیگه، دیشب چی شد؟ دیشب؟ گفتی دیشب با یامان میمونی، خب چی شد ها؟ هیچی نشد. چرا؟ خب آبجی دلش نخواست، حتما کار داشت دیگه. من میدونم که کی تو فکرشه. اوف نکش زحل، بهت گفتم مستقیما پیش یامان رفتن بیفایده است. گفتم باید از طریق یوسف بهش نزدیک بشی، اما تو چیکار کردی؟ این احمقا رفتی تا نصف شب براش ترجمه کنی. میدونستم که این نقشت بیفایده است. آبجی جون عزیزم، الانم دیر نشده، بیا پا پس بکشیم. اگه اعتراض کنم میگی یامان عاشق اون اومل میشه. اگه عاشق نباشه به زودی میشه. میدونی چرا؟ چون تمام روز اون خاله عین پروانه دورش میچرخه. به خاطر یوسف. لجبازی و دعواشونم به خاطر یوسفه. چشم اون به جز یوسف هیچ کس رو نمیبینه. از یه طرفم زیام هست، نمیتونم همه چی رو به تقدیر واگذار کنم. اگه امروز بذاریم یوسف به هم نزدیکشون کنه